خب این از این بود، این بود داستان فرایدی من. الان میخوام براتون داستان مریم افغانی و کیان دزده رو بهتون معرفی کنم که این چه جریانی پیش اومده، چون خیلی تو دلم مونده بود اینو حتما باید براتون تعریف کنم. قبل از اینکه براتون داستان مریم افغانی و کیان دزده رو که خودش میخواد کسرا جا بزنه تو مجازی که من تا آخر عمر نمیذارم، تا آخر عمر اصلا نمیذارم که تو نفس بکشی. چرا؟ چون میدونم تو چقدر حساسی. الانم میدونم لایو رو نگاه میکنی، بعدی که لایو بشه میری لایو رو سیو شدم و نگاه میکنی. من نمیذارم تو به آرامش برسی. چرا؟ چون قدیما میزدن تو سر کونیا، قدیما میزدن تو سر همدیگه، هر غلطی که میکردن هیچ کسی چی نمیگفت، ولی این دفعه من از حقم دفاع میکنم. حق گرفتنیه. هیچ وقت نمیذارم تا آخر عمر نفس آروم بکشی، میذارم تا آخر عمر تو عذاب وجدان باشی. به شرطی که چی؟ به شرطی که بیای به پای من بیافتی بگی غلط کردم، معذرت میخوام، آریان از من بکش بیرون. من نمیذارم تو اون بلایی که سر من آوردی، با احساسات من بازی کردی، تو مریم منو خورد کردین، لای زیر پاتون له کردید، بهترین روزای منو خراب کردید، اینجوری بمونید. الان بهتون نشون میدم. نه، من هیچ وقت از اینا نمیگذرم. من نمیذارم اینا تو مجازی سرشونو بالا بیارن. حق گرفتنیه. الان بهتون میگم. بذار تعریف کنم. الان تعریف میکنم، نشونم میدم بهتون. چرت پرت نگو، چرت پرت نیست، خوب گوش کن. الان بهتون میگم. گفته بود پول داده بهت. پول که نمیبینم من، تو کسنرم ببینم پول نمیبینم اینجا. اگه من پول داشتم که نون پنیر نمیخوردم تو لایف. پولی نیدم من اینجا عزیزم. ارزش من با پول خریدنی نیست. روزی من ارضا میشم به آرگاس میرسم که بیان دوتایشون جلوی من زانو بزنن، توی مجازی بگن غلط کردیم، بگم از ما بکش بیرون، ما غلط کردیم. من نمیذارم. حقم گرفتنیه. من هیچ گناهی نداشتم. من یه بچه یتیمم. من کسی هم که تو مجازی پول پدر مادرم رو در می آوردن. من کسی بودم که کیان به من فطریه میداد. من زندگیمو گذاشتم تو مجازی. من کسی هم که خرج پدر مادرم رو میدادم. یک ماه من افسرده کردن، یک ماه من از پا انداختن، نتونستم به پدرم 1000 بدم از بس که مریض بودم. اینا رو نمیگذرم. من اون آریان قدیم نیستم. من در جای زندگی میکنم که قانون داره. حقم رو میگیرم ازشون. صبر کنید. همون من احساساتم، من یک انسانم، درسته من کونم، درسته من جندم، درسته من هر گویی که هستم، ولی احساس دارم. نمیذارم یکی از احساسات من سوء استفاده کنه. نمیذارم کسی از من سوء استفاده کنه. ولی اگر خودم تنها بودم چی؟ ولی پدر مادرم هم زیر سوال رفتن. پدر مادرم تو این برنامه زخمی شدن. آره، ازشون نمیگذرم. مریم هر روز به من پیام میده منو ببخش، وایس میذاره منو ببخش. الان بهتون وایساشو نشون میدم. من از بلاکی در بیار، منو ببخش. نمیبخشمت مریم. میذارم تو یک مادری، تو یک دختر داری. من نون نمک همو خوردیم. تو خونت بودم، دو بار اومدم خونت. هیچ چیزی ازم ندیدی. ولی نشستی تو لایو انقدر از من بد گفتی، یک بار بدتو نگفتم. چون خواهرم بودی، چون از تن من بودی، از وجودم بودی. وقتی با تو بودم دیگه هیچ وقت احساس تنهایی نمی کردم. وقتی تو کنارم بودی فکر می کردم مادرم کنارمه. وقتی صبح از خواب بیدار می شدم برام تخم مرغ درست می گردی فکر می کردم خونه مادریمم. چطور تونستی به خاطر یک کیره احساسات منو زیر سوال ببری؟
چطور تونستی به خاطر بخواد؟ یعنی چه دنیای کثیفیه، چه دنیای کثیفیه. بیا من لاپام یک کیر 25 سانتی دارم، بیاین اینو از من بگیرید. بیاین من لاپام یک کیر 25 سانتی دارم استفاده نمی کنم، بیاین بگیرین از من. ولی به خاطر یک کیر آدم نفروشید. حرمت رفاقت، حرمت خانواده خیلی ارزش از این گوشت نیم کیلویی بیشتره. من کونم، یه مردم، لاپام یک کیر 25 سانتی دارم، بیان از من بگیرید. من نمیخوام اینا، ولی به خاطر یک کیر آدم نفروشید. من یک ماه افسرده بودم، یک هواپیما سوار می شدم، ویزا می گرفتم. یک ماه پیش ویزا می گرفتم برای خونه مریم. یه ماه پیش از این و این گدایی می کردم پول بلیتم رو در بیارم. می رفتم خونش، بغلش می کردم. صبح که بیدار می شدم مریم برام تخم مرغ درست می کرد. وقتی تخم مرغ درست می کرد فهم می کردم خونه مادرم هم. دستش رو بوس می کردم اینجوری، دستاشو بوس میکردم. نبودی، دستاشو بوس میکردم. تو لایف هزار بار دیدید اینجوری صبحونه برام تخم مرغ درست میکرد. من هیچ وقت محبت نیده بودم از خانواده، همیشه منو خواهرام و داداشام و بابا منو میزدن. وقتی صبح که بیدار میشدم مریم برام تخم مرغ درست میکرد، دستشو بوس میکردم، دو تا دستشو میگرفتم اینجوری بودم، دو تا دستشو اینجوری میگرفتم بوس میکردم و گفتم مرسی که هستی، گفتم مرسی که به محبت میکنی. چجوری محبتتو جبران کنم؟ دستاشو بوس میکردم و گفتم تو خواهرمی، تو الان وقتی خونه ای تو هم احساس خونه مادریمو میکنم که این همه سال تنها بودم، بدبخت بودم. دستاشو بوس میکردم، به هم لباس میداد، به هم چیز داده بود، دو تا تاپای کهنه‌شو داده بود که مثلا 6-7 سال استفاده کرده بود، داد به من که دیشب یکیشو تو باشگاه پوشیدم که دوستم جلوم گرفت گفت این چقدر آشناست، این مال مریم نیست. زدم بغلش کردم، به پاش افتادم، گفتم اسمشو دیگه نیار، خواهش میکنم. تو باشگاه گرفتم تاپو پاره پاره کردم، ولی زیر ستوین داشتم. آره، گفت این همون تاپی نیست که مریم بهت داده بود؟ گفتم خواهش میکنم چیزی رو یادم ننداز، دو تا تاپ کهنه مریم داشته بود دیگه نمیپوشید، داد به من، من ازش گرفتم، بهم کد داد، چقدر بهم لباس داد، چقدر بهم محبت کرد. ولی با یک کارش، به خاطر یک کیر، به خاطر یک کیر، یک کسی که کیرش 13 سانته، به خاطر کیره، به خاطر کیانی که کیرش 13 سانته، که خایه‌هاش اینجوری بعد با دستش بگیره عقب که کیرش بزنه بیرون، منو فروخ. با احساسات خواهرش بازی کرد، با من یتیم، با من یتیم. به خاطر کیان که کیرش 13 سانته باید خایه‌هاشو بده عقب، چربیاشو بده عقب که کیرش بزنه بیرون، به خاطر اون منو فروخ. واقعا متاسفم. بذار من یه چیزی نشون بدم. اینو میبینید؟ این گلو میبینید؟ اینا یادگار مریمه. اینا میبینید؟ اینا یادگار مریمه. اینا تو خونه مریم آوردم، اینا تو خونه مریم آوردم. هر وقت نگاه میکنم یا میشینم اینجا گریه میکنم، سجده میکنم. الهه راجعون، این یکی اینو داده بود، یکی دیگهش اینجاست. این یادگار مریمه. اینو میبینی؟ یادگار مریمه. سه تا از این به من داده بود، یکیشو گذاشتم اینجا به یادش که هر وقت میام دستشویی ببینمش.
یکیشو گذاشتم اینجا. مریمه. مریم اگه لایو میبینی ببین این گلی بود که به من هدیه دادی. سه تا به من هدیه دادی، یکیشو گذاشتم تو دستشویی، دوتاشو گذاشتم کنار تیوی که همیشه به یادت باشم. چرا منو فروختی به خاطر یک کیر 13 سانتی؟ هر روز آبش خیلی روزای سختی بود. چیز بود دقیقا عید فطر بود، ماه رمضون بود. ماه رمضون بود، من هنوز سینما عمل نکرده بودم. بعد من استوری گذاشته بودم توی پیجم که گفته بودم بچه ها میخوام فطریه جمع کنم. فطریه، هر کی میتونه فطریهش رو بده برای بابای من بده. همه دوستام همه به من فطریه دادن، نفر 100 تومن 50 تومن. کیان به من زنگ زد گفتش که من میخواستم به تو هدیه بدم ولی اونو میدم فطریه برای بابات. گفتم باشه، اونو اون فطریه رو بده برای بابام. گفت میخوام بهت فطریه بدم، بده برای بابات از طرف من. برام 100,000 تومن فطریه فرستاد. انقدر خوشحال شده بودم، انقدر ازش تشکر کردم. من عمل سینه داشتم، کل اطلاعات پزشکیمو دادم دستش چون بهش اعتماد داشتم. چون گفتم خدای شکرت من هیچ وقت همیشه تو زندگیم تنها بودم. تو مدرسه هیچکی با من دوست نمیشد چون من کون بودم. تو فامیل هیچکی با من دوست نمیشد چون کون بودم. تو خانواده هیچکی با من صحبت نمیکرد چون من کون بودم. از همه جا رونده شده بودم، تنها بودم، از همه جا تنها بودم. وقتی که اومدم یه کسی اینقدر به من محبت میکرد، فطریه میداد، بعد میگفت تو عمل کن، من میام بالا سرت، خوشحال شده بودم. منم یه آدم ساده بدبخت. بعد من کل اطلاعات پزشکیمو که رفته بودم دکتر، آزمایش خون داده بودم، هپاتیت بی سی اچ آی وی همه چیمو برای اون فرستاده بودم. گفتم نگاه این آزمایشا رو دادم، تو انگلیسیت خوبه، من خوب نیست، بلد نیستم، برام بخون اینا همه رو خون. گفت همش مثبته. بعد گفت همش مثبته. بعد رفتم چیز، رفتم دکتر، مثلا گفتش که اینقدر هزینش میشه اینا. همه رو فرستادم به چیز، همه رو فرستادم برای کیان. گفتم تو انگلیسیت خوبه، بهت بگو. گفت خرج بیمارستان این میشه، اینقدر میشه. همه رو ازش پرسیدم، اسمم، فامیلم، آدرس خونم. خب چون ساده بودم، بدبخت بودم، بهش اعتماد کرده بودم. آره آره خیلی سخت بود. آره آره خیلی. جدید بگم، جدید چی بگم؟ نه صادق چی دیگه جدید؟ چیز جدید بیار، اینا میگه اینا رو گفتی قبلا. چیز جدید بیار، میگه اینا رو گفتی. مرکز کن. چیز جدید بیار، میگه اینا رو گفتی قبلا. یه چیز جدید بیار، میگه اینا رو گفتی قبلا. مرک، یه چیز جدید درست کن، میگه اینا رو گفتی.
میگه اینا رو گفتی؟ یه چیز جایی بیا خواهی دست سره میگه یه چیز جایی بیا اینا رو گفتی میگه همه رو شنیدن یه چیز جایی درست کنسون باش سوس الان جدید هم میاد بچه هم جدید الان میاد مرسی تشکر خدافظ خب جدید میگم بگو بعد خلاصه اینجوری شد بعد آره بعد دیگه اینجوری شد و به من 100,000 تومان فطریه داد این از این بعد این که چیز شد بعد من بهش میگفتم به کیان گفتم کیان از روزی که با من آشنا شد خب خیلی از من سوء استفاده کردم ببینید خب تو مجلس خیلی معروفه ببین مثلا یکی میخواد با آریان دوست بشه مثلا من خودم شوهر خودم به خاطر اینکه با من دوست شه به خاطری که با من ارتباط قرار کنه با دوستای من دوست شده اول بهشون پول داده بود که تو آریان بگو دایرکت همو باز کنه بهت پول میدم خب اوکی خیلی از این راه ها زیاد بود و من چون اینا رو دیده بودم به کیان گفتم کیان روز اولی که به من پیام داد گفتم کیان ببین من آدم احساسی هستم من دنبال رابطه نیستم چون من یک کونی هم تو یک مردی ما هیچ وقت نمیتونیم با هم رابطه داشته باشیم یعنی من اگه بخوامم با یکی رابطه بذارم فقط فاکینگو یعنی بکنه و فرار کنه خب فقط فکر کنه فقط بکنه فرار گفت نه من دنبال رابطه نیستم و فقط همین فان باشیم و اینا میخوام بیام ازت مراقبت کنم برای عملت خب منم احساسی گفتم خب خدا رو شکر منم تنها هیچ کسی رو نداشتم گفتم خب این میاد کمکم بعد بهش گفتم کیان تو از مریم خوشت میاد یا نه مریم اگه تو لایو خوب گوش کن اگه گوش نکردی تو لایو خوب لایو رو سیو میکنم گوش کن به کیان گفتم کیان تو از مریم خوشت میاد یا نه چی گفت به من چی گفت گفت نه من از مریم خوشم نمیاد کسش گشاده پیره بچه داره اصلا به درد من نمیخوره مریم هر شب زیر یک کسیه به درد من نمیخوره مریم گفتم باشه سه بار تکرار کردم کیان من آدم روکیم من تو لایف میگم من کونم من هر کاری میکنم میرم کون میدم هر بلای سرم میاد تو لایف تعریف میکنم برای بار سوم میگم دوشیزه کیان نقی‌زاده برای بار سوم دارم میگم آیا تو از دوشیزه مریم میخوای باش دوست شی از طریق من گفت نه من اصلا خوشم نمیاد اون پیره اون کسش گشاده مشروب میخوره مادم خرقه یعنی خمه نمیدونم پیره به درد من نمیخوره هر شب با یک کسیه خب سلام بهمن اینجوری گفتش بعد گفتم باشه گفت من میخوام با تو دوست باشم من گفتم من اصلا دوباره رابطه نیستم فقط فاکینگو یعنی اگه یک روزم سکس به وجود بیاد فقط میکنیم و فرار میکنیم چون من اصلا اهل رابطه نیستم چون شوهر دارم اوکی گفت باشه خلاصه گذشت ما یک ماه در ارتباط بودیم یک ماه هر روز با هم صحبت میکردیم هر روز صحبت میکردیم زنگ زد حالت چطوره چی کار میکنی بیمارستان چی شد منم اینقدر بهش اعتماد کردم همه پرونده های پزشکی ما براش فرستادم همه آزمایش هم براش فرستادم تموم شد خب اوکی بعد چی شد مریم با دوست پسر هوملسش به هم زد مریم با دوست پسر هوملسش به هم زد همون که اینجوری یک دور خودش یه چیز مینداخت یک چیز نداشت یه لاستیک دوچرخه 28 نداشت اینجوری قرقر میکرد یک لامپ هم داشت اینجوری میکرد همون هوملسه که تو آشغالا پیدا کرده بودش همون هوملسه که تو آشغالا پیدا کرده آورده بود تو خونش با اون به هم زده بود بعد اومد به من چیز کرد به من زنگ زد آریان من با هوملسه به هم زدم خیلی از نظر روحی خرابم بیا پیشم خدا شاهده به جون جدم آقا امیرالمومنین به جون ننه صادق قسم بخور باشه به جون جدم آقا امیرالمومنین ننه صادق اینجاست بیا اینجا ننه صادق اینجاست آره قسم رفتم از دنیا خواهرم توی اتریش پول گرفتم از توی دوستم توی نمیدونم خارج از کشور بود بهش گفتم پول بده میخوام برم مریم ببینم حالش بده مریم پول نداشت میگفت $1,000 برای این هوملسه گوشی خریدم $1,000 براش گل خریدم $1,000 همین جیبم خالیه
رفتم از تک تک دوستان گدایی کردم، گفتم بچه ها پول بدید که من برم خونه مریم، حالش خرابه. بعد از این من ساده بدبخت، اصلا مریم کیانو نمیشناخت، من ساده اومدم پیشنهاد دادم. خب من از کیان پرسیده بودم که تو مریم میخوای با دوست، گفت نه. تموم شد. من به کیان چی گفتم؟ گفتم کیان مثلا مریم با دوست پسر هوملسش به هم زده، من دارم میرم خونه مریم، اگه تو دوست داری بیا اونجا همدیگر رو ببینیم، فان داشته باشی، بری بیرون اشغال. گفت باشه. کیان اونجا بلیت گرفت اومد، منم اونجا بلیت گرفتم، رفتیم به مریم. گفتم من با اجازه یکی از دوستامو میارم، خیلی بهش اعتماد دارم، پسر خیلی خوبیه، ایرانی هم هست. مریم گفت باشه. گو بیارش. خب مثلا ما که میخوایم ویکند مثلا بریم بار اینا، این حمالیمونو بکنه، مثلا چیز کنه، مثلا ما رو که ماشین داره ما رو ببره، من و مریم مشروب میخوریم، یک حمالی کنارمون باشه، مثلا درایو کنه که دیگه مثلا ما به مشکل نه. گو باشه، پس اونو بیا. بعد ما رفتیم اونجا، روز چیز بود، دقیقاً روز جمعه بود که من روز پنجشنبه بود، جمعه صبح بود ما رسیدیم. مریم زنگ زد، گفتم آره من فرودگاه مریم، ما داریم با کیان میایم. گو باشه. ما رفتیم اونجا، ما در وارد شدیم، اولی وارد که شدیم مریم بغل کردم، کیانم مریم بغل کرد، نشست صحبت کرد، سلام خوبی من کیانم، اون گفتش من مریمم، بعد گفتش که آره. تموم شد. بعد دیگه خب من به هوایی که مثلا خب کیان با منه، دوست منه، اگه یک اصلا بحث رابطه نبود، یه سکس بود، ولی در کل بالاخره ما یه ما صحبت کرده بودیم و نزدیک دیده بودیم، یه احساسی به وجود اومده بود. خب و ما رفتیم اونجا، بعد هم شب اول که شروع کردیم مریم خانم مشروب و آورد و اینا، خب بعد من کنار کیان میشستم، خب دستشو میگرفتم، خب بالاخره من انسان بودم، منم اون با هم دوست بودیم، احساس داشتیم، یکی اون منو بوس میکرد، من یکی بوسش میکردم اینا، بعد چیز میکرد. بعد که من این کارو میکردم که مثلا یه دونه بوسش میکردم، بعد جل مثلا اونم منو بوس میکرد، بعد که من بعدن بعد چیز میکرد، بعد که توی لایف به خاطر که آره چرا، چون به من دروغ گفته بود. بعد که اومد خونه مریم، اینا همه نقشه بود، چون میخواست دنبال کس بود دیگه. وقتی که من اونجا من و مریم رو دید، با خودش گفتش که چرا من آریان رو بکنم، چرا آریان که پسر لاپاش کیر داره 25 سال، کیرش از کیر من کلوفتره، من چجوری اینو بکنم؟ با خودش گفتش که چرا من اینو بکنم، چرا من بعد آریان رو بکنم، آریانی که لاپاش کیر 25 سال کیر داره، چرا من بعد بکنمش، چرا مریم رو نکنم که لپاش کس داره، یه دختر طبیعیه، چرا اینو نکنم؟ گفت چرا وقتی که این وقتی گفت این که پسر آریان لپاش که یه کیلو 25 سانتی داره، چرا من اینو بکنم کس داره؟ خب اینو میکنم. از اونجا رفت تو نخ مریم، از اول بود، بعد از اونجا بیشتر شد دیگه. چی؟ با من کاملا سرد شد، با من صحبت نمیکرد، همش پیگیر مریم بود، باهاش صحبت میکرد، شما سفید دوست دارین، چشم ابرو مشکی دوست دارین، شما چجوری دوست دارین. مریم هم بیچاره که بنده خدا ساده بود، جدی نمیگرفت چیزی رو، به این نزدیک میشد، هی میگفتش من کیانو دوست دارم، اون کیام گفت من تو رو دوست دارم، الکی الکی منو گرفته بودم به بازی و مسخره بازی، منو به مسخره بازی گرفته بودم، هر جا من چیز میکرد. بعد از اونجایی که کیان میدونست که من چون کونیم خیلی روکم و من یعنی از هیچی نمیترسم و اینا، انقدر زرنگ بود، تو اون سه روزی که اونجا بود هیچی نمیگفت، فقط شوخی میکرد که من مریم رو دوست دارم، مریم رو گفت من کیان رو دوست دارم، ولی هیچ کار نمیکردم. چرا؟ چون کیان میدونست، چون کیان به مریم گفته بود که من از آریان میترسم. بله تو باید از من بترسی، چون من کسی هم حقمو از خودم میگیرم، نمیذارم حق پام لای پای توی کثیف زیر پا بشه. میگفت من از آریان میترسم که مثلا الان من بگم آه مریم من از تو خوشم اومدم، آریان بلا سرم در نیاره. جرأت نداشی، اگر جرأت داشتی همونجا به من میگفتی که من از مریم خوشم اومده، که دو چهرت میکردم، که دو کلیتی که دو کست میکردم یا نمیکردم، فهمیدی؟ نگفتی، های با حالت اونجا نگفتی، اونجا فیلم بازی کردی، ای مثلا مشروب میخوردی میرفتی میشستی اونجا. این سه روز خلاصه بالاخره تموم شد، این سه روز بالاخره تموم شد. ولی همون شب اول من درگیر ساک اجباری شدم، بعد ما تو اتاق بودیم، خب من چه میدونستم که خب مریمم میشناختم، اینا میشناختم، من چیز شدم، حکم برام بریدم برای ساک اجباری،
یعنی ساعت 4 صبح بود، مریم تو سالن خواب بود، من و کیان تو اتاق خواب بودیم، من حکمم ساک اجباری بود. حالا من نمیگم که از ساک بدم میاد نه، ولی یک ساکی آدم بزنه، یک کیری رو ساک بزنه که درست حسابی باشه. خب یک کیر 13 سانتی. اولا که کیان، بچه ها یه چیزی بهتون بگم، کیان به من میگه من از توی گوشی 18 سالمه، از نزدیک 40 سالمه. خب اوکی، من 40 ساله هستم، بالاخره من هرچی 40 من اگه 40 سالم باشم 50 ساله باشه من سوراخم. اوکی خب کی الان اینو ببین، کیان از نزدیک ببینی، اولا میگه من 180 قدم، تو خیلی گوه خوردی، قد تو 1.70ه. یه کفش میپوشه از این کفشایی که مکزیکیا میپوشن که انقدر پاشنه داره که میرن گل سر کوره میرن با پاشون گله را میکوبونن تق 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 تق، انقدر پاشنه داشت کفشش. اگه برید تو لایو مریم نگاه کنید، لایوهای سیف شده من نگاه کنید، رامیره ببینید، انقدر یه چکمه پوشیده بود که انقدر پاشنه داشت که انگار که رفتی سر کوره میخوای گل لغت کنی که آجر درست کنی، انقدر پاشنه داشت کپشاش. کپشای کیان انقدر پاشنه داشت. علیکی میگم من 180م، 170 بود، 10 سان پاشنه داشت کپشش که چی بود؟ که قدش بشه 180. بعد اومده میگه آره، اون مریم میگه آریان انقدر درازه، از دوست پسر هوملس من درازتره و از کیانم درازتره. من ماشاءالله نام خدا شعر واری سفید واری دراز هم هستم که هستم، من که نگفتم کوتا هستم، من که ادعای کوتاهی نکردم. الانم میگم جلوی این جمع، میگم جلوی 200,000 نفر، میگم ازم من 180م، قدم 180ه با 60 کیلو هستم، چون لاغرم هستم قد من بلندتر دیده میشه. بالاخره آره من 180 قدم، چون لاغرم بلندترم دیده میشه. بالاخره هرچی باشم، 2 مترم باشم، کونم، سوراخم. خب یک کفش پاشنه بلند قدی پیش رو شده بود 180. اگه برید تو لایوان نگاه کنید، را بره تو خونش میبینید که اینقدر پاشنه داره. خب اینقدر پاشنه داشت کفشش. دو چی داشتش؟ بعد اومده بود اونجا لنز میذاش، لنز میرفت تو دستشوی، لنزاشو میذاش، میومد تو لایو میشد گوشیش فلشش روشن میذاد، میگه میذاش کنار که چشاش رنگی دیده بشه. آبروتو میبرم. دو سه از این قسمت تا اینجا کلاگیس بود، از این کلاگیسایی که چسب میزنن، تق تق میذاش بالا سرش. کیان تو فکری چی هستی موجود ضعیف؟ اینجاش کلاگیس بود، از این اینجاش مو داشت، از این کلاگیسایی که اینجا داشت چسب میزد. توف آه بالا سرش تا اینجا، موهاش همه کلاگیس، این دور برش فقط بود. اوکی کلاگیس میذاش، کچل بود. اوکی این سه تا، لنز، کچل، پاشنه بلند، چا دستاش سفید مثل دختری روسی، سفید، یه دونه مو هم توش نداشت. ببین دستاش سفید، یه دونه مو نداشت، دستاش همه سفید، یه دونه مو نداشت، مثل خمیر گنده بود. بهش میگفتم این دستا چیه؟ تو مردی؟ چرا دستات مثل زنا سفیده؟ تو باید سبزه باشی. برای تو دستش دوتا دستبند کرده بود، از این دستبند ها ببینید، این چیزایی که من الان برای موها استفاده میکنم، موها میبندم، این کرده بود تو دستش اینجوری. گفتم تو ببخشی تو کونی یا مردی؟ این چیه؟ دوتا دستبند کرده بود تو دستش. گفتم درش بیار، مردی که زنچه در آورد. گفت بهتره. گفتم آره. یه ساعت طلایی انداخته. گفتم این ساعت طلایی چیه؟ مردی در بیار اینا رو. آره نه، برای مرد سفید خوب نیست که دستاش مثل خمیر باشه، گنده سفید خوب نیست، نه. بعد این از این کلاگیس، صبح که بیدار میشد یه قرص میخورد. قرص چی بود؟ از صبح که بیدار میشد یه قرص میخورد. به من و مریم میگفت چی؟ این قرصه قرص موه، ولی قرص مو نبود، قرص ویاگرام، ویاگرام 500 میلی بود که چی؟ از صبح کیرش سیخ بشه تا شب. ببین من کونم، با افتخارم کونم، نه قرص ویاگرام میخورم، نه کس میکنم، نه کون میکنم، لنگامو میدم بالا به امید خدا، دارم کونم رو میدم با افتخار، نه نیاز دارم قرصی بخورم که کیرم بلند بشه جلو زنا خجالت زده نشم، نه دستای سفید زنانه دارم، نه مثل زنچه ها دستبند دستمه، نه کلاگیس.
صبح که بیدار میشد یه قرص میخورد، میگفت قرص موه. گفتم که تو که مو نداری. بهش گفتم تو که مو نداری برای چی قرص میخوری؟ الکی قرص ویاگرام 500 میلی میخورد که کیر 13 سانتیش سیخ بشه. کیان باید بیای تو لایف، باید بیای تو لایف، از من معذرت خواهی کنی، بشینی کنار مریم بگی من معذرت میخوام، مریم هم بگی من معذرت میخوام، تا من این داستان رو جمعش کنم. ببین کیان، مریم، من کونم، تا آخر عمرم به جون خودم، به جون خانوادم، مادرم میدونه، پدرم هم میدونه، نیتم هم خیره، میخوام سالهام کون باشم. اگم یه روز از کون بودنم ناراضی باشم، میرم پی زندگیم چون نیتم خیره. باید بیای تو لایو بگی معذرت میخوام اشتباه کردم. یه لایو 2-300 لایو گذاشته بودی فقط از من بد میگفتی و چند تا آدم تنلش بی مصرفی که بالا پایینش نگاه کنی یک دلار ارزش نداره، جهنمیایه که یک دلار ارزش ندارن، اومدی منو خراب کردی. ببین اگر نیای تو لایو بگی من معذرت میخوام، غلط کردم، اشتباه شده، سوء تفاهم شده، از امروز که الان داری این لایو رو نگاه میکنی، مریم و کیان میدونم این لایو رو نگاه میکنید، با پیج منو، همه پیجای منو دارید، اون پیج افشاگری هم که یک بند خدای درست کرده که نمیدونم کدوم بیناموسی که اون پیج افشاگری رو درست کرده، عکسای تو رو میذاره که من بهش گفتم، آره من بهش، بله من بهشون گفتم، اون پیج افشاگری که عکس مریم و کیان که بهترین دوستای من بودن و هستن و میذارن، من به اون اخطار دادم، گفتم ببین من در مورد اینا صحبت میکنم، من نون و نمک خوردم. من در مورد کیان جون و مریم جون صحبت میکنم، دوستام هستن، ما تو یک سر سفره نون خوردیم، من حق دارم، تو حق نداری. نه پیج زنگ زدم پلیس فتا، گفتم اسم پیجشم هست کیان مریم افشاگری که من فالوشم کردم، من فالوشون کردم، تو فالوینگام هست. چرا فالوشون کردم؟ که برم مچشون رو بگیرم، که مچش اون افشا، که من ببینم این کیه پشت این نن صادق. آره اسم پیجش هست کیان مریم افشاگری که من تو همه پیجام فالوشم کردم. به خاطر چی فالو کردم؟ به خاطری که برم سر اون بیناموس بگم تو با چه حقی عکس دوستای منو میذاری؟ چرا دروغ ازت براشون یه چیزی مینویسی؟ به خاطر اون. آره آره من خودمم آره اونو حساب اون پیجه رو میرسونم، پیج اون حسابه رو میرسونم، پیجش رو میرم ریپورت میزنم، بلاکش میکنم که دیگه نتونه از دوستای من چیزی بنویسه. آره بعد آره بعد چی بهش میگه؟ داشتم چی میگفتم؟ آره قرص ویاگرام 500 میلی میخورد که کیرش سیخ بشه. عزیزم تو کلاگیس میذاری، کفشن پاشنه بلند میپوشی، بدنت چاقه، چربی جلو کیرتو گرفته، قرص هم میخوری، بعد تو اومدی رو من عیب میذاری، تو به من میگی من 40 سالمه. عزیزم من اگه 40 سالمه ماشاءالله نام خدا شیرواری سفیدواری هستم، 40 سال هستم، کون هستم، 100 سالم بشه سوراخم، 100 سالم هم که بشه یه سوراخم، یه کیری میاد، یه کلیدی بله قفل من پیدا میشه. ببی من 100 سالم هم بشه نیاز ندارم قرص بخورم کونم سیخ بشه، کونم سوراخم سر جاشه. ببین سوراخ من همیشه سر جاشه، سوراخ من سر جاشه. 100 سالم هم بشه یک کلیدی برای قفل من هست، یک کلیدی برای سوراخ من هست. پس حواستو جمع کن. یک، اگر تا از امروز که این لایو داره نگاه میکنه بهتون وقت میدم، اوضاع الان همیشه آروم شده، اوضاع بهتر شده، آروم شده، میای توی لایف یه لایف یا استوری میذاری میگی آریان مریم و کیان، مینویسید آریان ما معذرت میخواییم سوء تفاهم شده، ما دوستیم، دل منو به دست میارید، دل منو به دست میارید تا این مشکل حل بشه. اگر این مشکل حل نشه تا آخر عمر، یکی از انگیزه هام اینه که کیان نمیذارم آرامش داشته باشی، من میدونم چقدر رو اسم و فامیلت حساسی، من میدونم که دوست نداری تو مجازی دیده بشی،
میدونم اینا رو، ولی من یه کسی هم که تو مجازی مشهور هستم، معروف آدم هستم، نام خدا مشهور هستم، خب همه منو میشناسن، همه منو قبول دارن، همم سرم قسم میخورن چون میدونه ذاتم پاکه، شیرواری سفید پاک هستم، همم سرم قسم میخورن، فهمیدیم؟ تا آخر عمر نمیذارم آروم باشی. چرا؟ چون پیگیرتم. بری دوست دختر بگیری به دوست دخترت میگم، بری زن بگیری به زنت میگم، مدرک دارم عزیزم، وایساتو دارم، وایساتو، عکساتو، فیلمایی که منو تهدید کردی، رفتم یه صندوق خریدم. اون مدارکی که از من از تو دارم، که وایسایی که به من منو تهدید کردی، فیلمایی که عکسایی که برای من فرستادی، عکسات، فیلمات، همه لایوایی که نشستی آدرس خونه منو دادی، منو تهدید کردی با مریم، قلقلون میزدی، اون مست بودی و نمیفهمی چی میگی، من رفتن صندوق امانت خریدم، امانت، کل مدارکا رو رفتم اونجا گذاشتم. فکر اینو نکنی که یه بار منو ببینی از تو گوشیم پاک کنی، فکر نکنی که منو راضی کنی پاکش کنم، نه، این انتقام، انتقام جدیه. این داستان ادامه دارد. Yes, of course. این داستان ادامه داره. میام توی لایف بهتون نشون میدم دوستان عزیز، حق گرفتنیه. حق گرفتنیه. یک ماه افسرده بودم، یک ماه زیر قرص بودم، یک ماه زیر کیر بودم، یک ماه زیر سرم بودم، از نظر روحی خراب بودم، به دکترم گفتم از نظر روحی خراب بودم. این یک ما رو که برای من بد گذشت، ولی تو و مریم داشتید تو کس و کونه هم میذاشت، خوشحال بودید، ولی من داشتم ذره ذره آب میشدم، اون روز نزدیکه. اون روزی ببین که من و جدم و ننه صادق بالا سریتیم، ولی آب شدن تو میبینی. حالا ببین، یک چیزی رو بهتون میگم، حق گرفتنیه، حقتون رو بگیرید. انتقام سخت در این داستان ادامه دارد. Yes، این داستان ادامه داره. حق گرفتنیه. من صندوق علامت خریدم. فکر نکنی که منو ببینی راضیم کنی گوشیمو بگی آریان جان اینا رو پاک کن، نه، وایست، همه چیزات دست منه، اختارایی که به من کردی، تهدیدایی که منو کردی تو لایبتون، چقدر اسم فامیل من آوردید که من، چرا من از نظر قانونی رفتم سوال کردم، من یک کونم، من کسی هم که دارم تغییر جنسیت میدم و هویت کسی که مرد بوده داره زن میشه، اگر اونم یه آدم معروفی باشه، شما برو تو گوگل بزن آریان عارفی، لیست خدایان آریان عارفی میاد بالا. آریان عارفی یک کسی مشهور آدمه. تو اومدی یک کسی که، یک پسری که کونه، یک کسی که داره پروسه عملش رو چینج میکنه که یک زن بشه، داری با احساساتش بازی میکنی، اسم پسرونش رو تو لایف میگی، این یک جرمه. آدرس خونش رو میدی، اینم جرمه. تهدیدش میکنی، اینم جرمه. این مدارکا هست، تمومش کن. تمومش کن. تمومش کن. اون روزی که داشتی منو مسخره میکردی، میگفتی آریانو پله کنم به کس برسم، فکر این روزشو میکردی. آره، اون روزی که با 100,000 تومن فطریه به پدر یتیم من دادی، که احساسات منو، من تو مجازی کار کردم، از مردم گدایی کردم که به بابام ثابت کنم که منم میتونم بهت کمک کنم. خوبم، برون بر، منم یک انسانم، میخوام احساساتم رو بروز بدم. تو کی؟ تا کی سکوت کنم؟
تا کی؟ من اومدم تو مجازی گدایی کردم که به پدرم ثابت کنم، به مادرم ثابت کنم که منم میتونم کار کنم، منم میتونم یه جای زندگی تو بگیرم، منم میتونم ناس تو از تو گلشهر بخرم. چون بچه بودم پدرم همش میگفت کو پول، چرا کار نمی کنی برای من پول بیار. بعدی چیز جایی درست کن فعلا. آره من تو مجازی که اون با 100,000 تومن فطریه که داد به پدر من از من دنیا سوء استفاده کرد. سلام آقا سلام علی آقا نیشابور، شما وظیفتو همیشه انجام دادی علی آقا، انشالله امام حسین پشت باشه، انشالله جدم آقا امیرالمومنین به دادت برسه. آقا علی آقا از نیشابور، انشالله جدم آقا امیرالمومنین سر سفرت بیاد، انشالله به نور، انشالله نور امام رضا به زندگیت بخوره که برکت پیدا کنه. میدونم شما وظیفت همش انجام دادی علی آقا از نیشابور، یکی از بهترین بزرگای نیشابور، من میدونم، انشالله جدم سر سفرت بیاد، انشالله نور جدم بخوره به دیوارهای خونت نورانی بشه. این چه وضعشه؟ علی آقا شما ثابت شده ای، علی آقا شما ثابت شده ای، علی آقا نیشابور شما یه حرف رو نزن، شما ثابت شده ای. بله اون روزی که اومدی کیان 100,000 تومن گفتی فطریه میدم برای بابات که از من سوء استفاده کنی، تو میدونستی که من چیزم، تو میدونستی که نقطه ضعف من پدرمه، تو میدونستی پدر من با 50 تومن 100 تومن خوشحال میشه تو کونش عروسیه، تو میدونستی. تو میدونستی که من داشتم فطریه جمع میکردم، تو میدونستی که نقطه ضعف من پدر مادرمه، تو میدونستی که من در بچگی بی عرضه و بی غیرت بودم، شل ناموس بودم، اومدی با 100,000 تومن منو خر کردی که به کس برسی. خدا ازت نگذره، خدا انشالله بگم به آقا امیرالمومنین جدم بزنه به کمرت، انشالله بگم که انشالله بمری، انشالله بگم که تکه تکه شوی، انشالله بگم که بخوای بری دستشوی پایت بخوره سنگ ده کونت بخوره زیر شوه، انشالله میگم که تو کونت سیمان بیه کونت بند شوه، انشالله که بگم تکه تکه شوی، انشالله میگم که میری که میخوایی ده رارندگی کنی چراغ قرمز باشه ولی سبز ببینی بری ماشین تکه تکه ایت کنه، با خدا میگم که پلیس از پشت بگیره تو را زندانی کنه اسیرت کنه. میگم خدا کنه که شب در خواب بیدار شی که فکر کنی در حمام میری که در بالکن بیری از بالکن بیافتی، انشالله. کم اسم امامه بیار برو گمشه خاک دست سرت، چپ حرمزاده، چپ چپ خبیث چپ چپ خبیث مرد شور مرد گاو، چپ چپ حرمزاده خبیث، تو کیکی هستی که نام مرا میگیری؟ چپ 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 حرمزاده خبیث.